می‌فرماید که اعجبوا لهذا الانسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعزم ويتنفس من خرم. به شگفت آید از این انسان، تعجب کنید از این انسان که با عرض کنم که پی و یک همون پی میبیند و با گوشتی سخن میگوید و با استخوانی میشنود و از شکافی تنفس میکنه، نفس میکشه. خب انسان با اون سفیدی چشمش یا اون عدسی یا حالا اون قطعه که شبیه پی هست و از جنس پی هست میبینه، با یه تیکه گوشت به نام زبان سخن میگه و با استخوانی که ارز کنم که استخوان سماخ بهش میگن ظاهرن میشنود و از سوراخ بینی هم نفس میکشه و این تعجب آوره. منتها سوالی که اینجا وجود داره اینه که انسان با اینها که با زبان یا با گوش یا با چشم که نمیبیند، که یه چشمش با در بیارید مثلا بذارید یه جا میبینه چیزی رو، نفس انسانی که میبینه، نفس انسانی که میشنود، سخن میگه، نفس میکشه و الی آخر. سوالو گرفتن دوستان چی شد؟ بله درسته که نفس مدرک نفسه، اینا کاره ای نیستن، این درک با اینها نیست، درک با نفس انسان هست. اما بدون این ابزارم نفس میتونه درک داشته باشه یا نمیتونه؟ نمیتونه. کسی که چشم نداشته باشه نفس داره ولی نمیبیند، کسی که زبون نداشته باشه نفس داره ولی نمیتونه سخن بگه. پس گرچه مدرک نفسه، اینها وسیله هستن، اما اگر همین وسیله ها نباشه اون ادراک نیست. پس به نوعی میشه ادراک رو نسبت داد به همین ابزاری که اگر نبودن ادراک هم نبود. به هر حال تعجبه که این کار بسیار با عظمت، مثلا سخن گفتن با یه تیکه گوشت انجام میشه، نباشه هم دیگه انسان نمیتونه حرف بزنه. این واقعا شگفته که خدا چه کار کرده در یه تیکه گوشت یا مثلا یه ذره پی، چی خدا قرار دادی که اگر نباشه انسان نمیبینه و نمیتونه درک داشته باشه. اینها از عجایب هست.